هنوز 4 تا بازی نگذشته اعتراضا رو دارم میبینم، اعتراضای هوادارهای میلان، اعتراض اونایی که صبر ندارن. شما به من نیم فصل مهلت بدید، اگر این تیمو سر و سامون ندادم با اردنگی منو از این باشگاه بندازید بیرون، من دیگه نجات میلان نمیرم. مهم نیست چجوری شروع میکنیم، اصل ماجرا اونه که چجوری تمومش میکنیم. چطورید بچه ها؟ خوش اومدید به این ویدیو جدید با قسمت دوم نجات میلان. امروز اومدیم خدمتتون. پنجره نقل و انتقالاتی هنوز بازه. چرا من یهو رفتم سراغ کار؟ آقا لایک کن ویدیو رو، خواهش میکنم، همین الان ویدیو رو لایک کن. چرا دارم اینجوری زجه میزنم؟ خواهش میکنم. چرا؟ چون بچه ها مسافرت، چون با لایک تو، با کامنت تو باعث این میشه که این ویدیو به کسایی که حتی منو نمیشناسن ساجست بشه و بیان نجات میلانو ببینن. ولی جدی اگه یکی منو نشناسه یهو ببینه من اینجوری دارم خودمو میزنم اینور و منو ببینه، 100% میگه که این یه چیزی مصرف کرده، مطمئنم. یعنی حتی یعنی شاید هم بگه طرف دیوونه است، نمیدونم. من واقعا حالم بد شد، اصلا من فشار اومد، قندم افتاد، برم یه کاری کنم. یه تیم بسیار نمکی داره سمسونو، مخصوصا توموری بی پدر که بازی قبلی بابا یه مگس اینجا رو اونجا نه. بابا برو بیرون از اتاق من، دارم ویدیو ضبط میکنم بابا، نشسته رو نورم، مادر تو به عذاب میشینم. کل خر از اتاق برو بیرون، نه زدم بکشمت. 60 میلیون دلار سمسونو پول داره، 60 میلیون با نون حلال. یعنی میلان، یعنی اصلا روی عشق خوابیده تیم آس میلان. بذار من یه دقیقه شما رو ببینم. ببین دوستان عزیز، من همین دیروز داشتم داخل تلگرام میگشتم، چند تا خبر خوندم که یک بازیکن به نام رناتو سانچز که اتفاقا میبینمش یاد آقا سیدورف و دو سه تا از ادگار داوید اونو میبینم، یاد این دو تا بنده خدا میفتم. گولیت هم حتی شما میتونید بهش اضافه کنم، حتی هیکلی به گولیت نمیخوره رناتو سانچز، اما باکس تو باکسه، چیزی که ما انتظار داریم از رناتو سانچز. بهترین جایگزین برای بن ناصر عزیز که میبینید که آقای بن ناصر عزیز و من یه بازی دو تا بازی بازی کردم، گیم پلی من از بن ناصر نکشیدم بیرون، ولی بدم نیست. ببین داداش، چون من خیلی به حقوق دهتم میذارم 40 بابا وی پدر 15 میلیون سلان کلاس میخوای با آقا مالدینی احترام بذار. ببین من 50 میلیون بیشتر واسه این پسر نمیدم بابا، بنازمت. میگه ایمپورتنت، یعنی خودش میگه من جایگاه مهمی تو باشگاه داشته باشم، نمیخوام فیکس فیکس باشم. یعنی در این حد این آدم شورش بالاست. 5 ساله باهات بستم، میگی چقدر حروم لقمه ای، در این حد این آدم شورش بالاست. این آقا بن ناصر، بن ناصر رو چند سال شما قرارداد؟ 2 سال قرارداد. آقا بذار من یه لون لیست بذارم واسه بن ناصر بعد قبل پنجره چیز بشه، ببینم کسی میاد بن ناصر رو برای نبردم به درک که نبرد. شاید بچه ها براتون سوال باشه که تو کریرهای شما زلاتان میخواد خدافزی کنه از فوتبال، سمسو سلطان چیت، یه چیت اینجا زدم که زلاتان خدافزی نکنه از فوتبال و داشته باشیم زلاتان حداقل، ولی خب به هیچ چی دیگه‌اش دست نزن، یعنی اوورال سن اینا همش یه چیزه. ببین دیگه سر حقوق با ما راه بیا زلاتان، چون ببین 1 میلیون دلار به خدا به خاطر اون ریشه نازت میدم بهت. ای جان ای جان، یه نکته ولی بگم، به دور از شوخی به دور از فان، من سعی کردم اسکلت این تیمو همونی که بود حدودی نگه دارم، یه ذره طبیعی کار در، یعنی همون فصل اول نرم همه رو بریزم بیرون، کلا اسکلت تیم تغییر کنه. میبینید مهاجما همونه، من یه هافک آوردم یه دفاع راست و کارو جام گایا آماده شد. ای جان گایا اسمش اصلا اسمش یه جوری آدم دوست داره اسمشو بلمس کنه. میلان تو 2 بازی امتیاز گرفته و اونایی که صبر هید بچه همیشه صبر داشته باشید، همیشه خوب شروع نمی کنید. قط بابا بن ناصر، بابا اینت چرا اینتر؟ چرا من باید بن ناصرمو به تو قرضی بدم؟ چرا باید تو به تیم رقیبم بازیکن بدم؟ آخه مثلا مثل این میمونه که مثلا سپاهان و استقلال پرسپولیس با هم بازیکن قرض بدن، اصلا نمیگنجه تو مغزم. ریجکت بابا، میشو بیرون بابا. این آخرین بازیه که اگر من با این ترکیب تو میلان جواب نگیرم، قول شرف میدم ترکیب عوض. این بازی قراره کویکسیم بشه. ما 2 دست پیش گیم پلی داشتیم. سمسونو به جون تو. اولا گفتم به این تیم عادت نداشتم. تازه داشتم با این تیم بازی میکنم. والا ما از بارسایی که چیده بودیم، والا تو بارسا همه ستاره بودن. بعد از 0 فصل دیگه همه رو گرفته بود سمسونو. اونجا دیگه عشق بازار شده بود. ولی اینجا نه. بریم آقا کویکسیم. الهی یه دونه ما برد بیاریم. بابا بنازم. بابا رناتو عشق است. رناتو عشق است. بازی داریم با پورتو. پورتو رو بنازم. میخوام پورتو رو بازی کنم. مهدی هم هست بنازم. کلومانی امروز اگر خراب کنی موقعیت، پدر تو به عنوان گروگان تو جایگاه ویژه نشوندم، یه کاری با بابات میکنم که تا عمر داری یادت نره. حالا با بابای بنده خدا چیکار داری؟ خودش ریده. گالن آقا، گالنو بعد که اومد بنفیکا بود که این بابا گایا باید یه فیت بدی با پایا.
سری هم نوشتم آجی مهدی رو برده بیار. بابا به امام حسین با بازیکن جدید دنبالش بشو. کلو با کی بود این؟ کلو بود یا مثلا مالدینیش؟ این کلو مانی بود آجی، نه لیاو بود این. لیاو خوبم ضربه‌شو زد. یه دونه کورنر میره اونجا برای سانتر. سانت خوبی میاد فرصت، یه ضربه سر اونجا کلو مانی میزنه. امشب دست و پای مهدی رو رومانیولی بسته. کلو مانی یه پاس خوب برای ابراهیم دیاز بده. من ماشاءالله داداشم تونالی یه پاس اونجا میده. کلو مانی یه ضربه کلو مانی ها موسبن جعفر چه شانسی اونجا آورد گلره. کلو مانی یه لحظه داشت زنده میشد زلاتان ابراهیموویچ داخله. چقدر بد شانسی آورد اونجا کلو مانی. یه پاس اونجا میده به تونالی. رناتو سانچز واقعا یاد ادگار داویدز میافتم میبینمش. من البته بازی ادگار داویدز رو ندیدم، من همیشه میگم میرم هایلایتاشون رو تو یوتیوب میبینم ببینم اینا چیکاره بودن. کارو درمیون سن ما که نمیخوره. همون میدونی ادگار داویدز همونی که عینک میزنه واقعا من میبینم. ماشاءالله تومور، یعنی یه دو تا شرفتشی روبروی بنده خدای که اسکیل مسکیل نمیتونن بزنن شما دارید. مگه نه ماشاءالله ابراهیم دیاز هی میگی براهیم اینجا چرا قرمز شده بود؟ با کی؟ اشایاتی داره بین براهیم و رافائل لیاو پیش میاد. داشون نمیتونه اصلا واقعا فکر کردم بهش یه ذره دردآوره زجرآوره واقعا، چون رافائل فکر کنم خیلی گذاشت خیلی کجا اومد توپ گیری کنه. مهدی تارمی و اسمشو نمیدونم مگنوم توپو گرفت و ماشاءالله کلو مانی یا ابوالفضل. بابا برید زده حمله رو بزنید. یه دونه اونجا پاس ابراهیم دیاز. تو رو میبینه تو هرناندز. رافائل لیاو برای تو هرناندز. فرصت برای میلان یه دونه تو فرصت یه فرصت. رناتو سانچز میلان رو نجات میده از یه مساوی. میره تو داده شره رفته تو هواداره پورتو. بنازم به این پسر کارو در میاره. خیلی خوب شوت زد. نگاه کنید اینجا چی جوری کارو جمع کرد. خیلی خوب به توپ ضربه زد. پایان بازی میخوره میلان یکیچ. پورتو رو در شبی که از همه جا آورد، واقعا میلان نمیتونم اسمش رو بگم از کجا آورد، ولی خب واقعا ما آوردیم از همه جا. تیم بعدی تیم نانیه. نانی رو شما دارید، اسم تیمش هم چیه بچه؟ اینو من قبلا ونزیا قبلا لوگوش یه جور دیگه بود. تیم بعدی ندارن ولی خب بهتر بازیکنشون نانیه. من دوستم این بازی رو کویک سیم بریم. امیدوارم ببریم تو زمین ما هم. آی جان یعنی اینجوری وقتی من میگم یعنی تمومه کار. بازی بعدی با آتلانتا. ببین من معمولا تو هر پارت 3 تا گیم پلی داریم. بذار ببینم الان چه بازی ما بریم. اوه اتلتیکو رو میخوام بازی بکنم. یه دونم لیگ میخوام بازی بکنم. لیگ ماه بعدی تا یوونتوس نمیدونم بریم جلو یا نه، ولی شاید تا یوونتوس رفتیم جلو اوه اولیور هم داریم آجی. اینتر هم داریم. اینتر میفته احتمالاً پارت بعد. آقا اینو ما الان میریم، اینو میخوام سیم مچ بکنم. کویک سیم نمیکنم. خیلی ترکیب هجومی هم داره کلا آتلانتا. هجومی بازی میکنه. تیمش هم خوبه خدایی. پاس اونجا فرصت. چقدر دارن پاسکاری میکنن. نشون میده چقدر میلان خوبه و زلاتان ابراهیموویچ اولین گل رو به آتلانتا میزنه. توپو گرفت دوباره فرصت. اونجا توپو دور میکنن میلانی ها و چی شد؟ پنالتی ده؟ کجا پنالتی شد؟ گل بگیر. گل شد. از دست میده اونجا. تونالی شوت زد. بابا تمام حرف میزنیم در مورد تیم. اگر نرینه کار ما رو در آورده. پارم اون میکنه. جامپین کنیم نیمه دوم رو بازی کنم. ببینم این آتلانتا اگر منم بودم ارزندام میکرد. میلان هجومی تر بازی خواهد کرد. نگران نباشن هواداره میلان. رناتو برای تو هرناندز کلومانی بزن پسر. نمیتونه کلو. موریل این
این همه این کلومانی بیناموس موقعیت داشت، نزد. خب نمیزنی میزنن دیگه. بچه ما بازی رو باختیم و دلیل باختمون چی بود؟ اینکه من خودم اومدم برم تو، ما 2-1 باخته بود. بازی بعدیمون با اودینزه است و زلاتان هم فیکسه. و آیا به نظرتون این بازی باید ببریم؟ این بازی رو قاعدتا باید ببریم. من این تیمو سر و سامونش میدم، نمیذارم وضعیت اینجوری بمونه، باید تاکتیکو عوض کنم. نباید بذارم هوادار ناراضی از ورزشگاه بره بیرون، نباید بذارم هوادار تو اینستاگرام ناراحت باشه، نباید هوادار ناراحت من توی این تیم ببینم. من این وضعیت رو درستش میکنم. خب بچه‌ها رسیدیم به بازی بعدیمون، یعنی روبرو اتلتیکو مادرید. وضعیت میلان وضعیت خوبی نیست دیگه، من میخوام به کلومانی بازی بدم. از اونورم رناتو میاد اینجا بازی میکنه، بن‌ناصر میاد یه خط عقب‌تر. من بیشتر میخوام تمرکزمون رو بذارم روی لیگ تا بتونیم تو لیگ نتیجه بگیریم و اصلا این بازیش نتیجهش مهم نیست که خدا رو شکر بازی 1-1 شد. ما الان بچه‌ها برای اینکه این شرایط رو درست کنیم، اولا نیاز به ترکیب درست داریم. ببین ترکیبی که مثلا ما بخوایم بذاریم، میتونیم بدون وینگر ما حتی بازی بکنیم یا خیر. 4-2-2 میتونه ترکیب خوب واسه ما باشه. ببینیم بچه جدی، من از همین الان قراره تاکتیکمون کلا عوض بشه. دفاع چپ و راستمون عقب بازی میکنن و کلا همه چیز عوض میشه از این بازی به بعد. و زلاتان هم این بازی قرار نیست بازی کنه، اولیویه ژیرو قراره داخل تیم باشه، یه بازی هم به اون بازی بدیم. اصلا این بازی هم واسمون مهم نیست چون بچه‌ها فیتنس ندارن. و کویکسیم میشه اینجا 2-0 با ترکیب جدید، کسی گل نزد جز اولیویه ژیرو. تو بازی بیرون از خونه تونستیم بازیمون رو ببریم و به نظرم مشکل ما تعویض تاکتیک بود و اینکه یه لویالتی هم باید به دست بیاد، یعنی اینکه یه 10 تا بازی بگذره، یه چند تا بازی بگذره با هم هماهنگ‌تر بشن. الان قراره که زلاتان روبروی سالرنیتانا بازی بکنه، امیدوارم بتونیم این بازی امتیاز بزنیم و 3-2 بازی رو میبره میلان. ترکیب که عوض شده و لیاو داره نوک حمله بازی میکنه، تیم داره خوبتر نتیجه میگیره. ترکیب یه جورایی بدون وینگر ما داریم بازی میکنیم، یعنی اصلا وینگر توی تیممون نداریم. تیم خسته است برای بازی بعدی، یعنی قشنگ مشخصه که خسته ایم. من ویکلی اسکیجول رو میذارم اینجا ریکاوری، یعنی 2 روز ریکاوری. شارپنس میاد پایین ولی ما مجبوریم یه دونه قشنگ استراحت این وسط میخوایم، یعنی یه بازی ملی بشه، یه سوتی چیزی بزنن که آقا ما بتونیم بریم کارمون رو بکنیم. لیورپول قراره با اون لباسش بازی کنه و ما با لباس خودمون بازی میکنیم. میریم با ترکیب جدید و بن ناصر هم به ترکیب واسه سی دی ام اضافه شد. و یه چیزی هم که یادم رفت بگم، کسیه مثل اینکه واقعا داره میره بارسا، یعنی لینک شده بود، من فقط گفتم لینک شده و واقعا رفته بارسا و به نظر منم احتمالاً میره، یعنی هنوز بارسا اعلام رسمی نکرده ولی احتمال خیلی زیاد این اتفاق میفته. آقا رونالدینیو رو اونجا میبینیم اون ته و خیلی سفید چاپ کردن، مثل اینکه رنگ نداشته، سفید خیلی داداش، خود قیافش زیاد معلوم نیست. لیورپول رو ببریم تا حدود زیادی برای صعود کارامون رو کردیم ولی بازم 100% نیست چون واقعا بازی برگشتمون مونده. لیگ هم کم کم داریم اوکی میشیم، قطعا قرار نیست فصل اول ما مثلا دنبال این باشیم که آقا همون اول کارو ما در بیاریم. زلاتان یه پاس فوق‌العاده، تو هرناندز و بینی سمسونو میخاره، تو توپو جمع کرد. امشب اگر میلان امتیاز بگیره از این لیورپول واقعا میتونیم امیدوار بشیم به میلان مالدینی. واسه اونجا نداد یه پاس رافائل لیاو، یه پاس چی جوری گل نشه و توی دروازه، گل برای میلان. زلاتان ابراهیموویچ یه پاس خوب از رناتو سانچز، زلاتان میره تو دوربین و به همه اثبات میکنه که بچه این روزهای فوتبال دان چی داری میگی داداش. یه دونه توپ گیری فرصت برسه گایا نذاره که بابا بنازم گایا امشب مانه رو بد پیچیده تو هم. اینم عکس الیساندرو نستایی که میبینی، تونالی امشب شاید به درک واصل کنه میلانو، واقعا پتانسیل تونالی هم بالاست ماشاءالله تو این مورد ها. توماری یه پاس بلند، آقای امیر حسینی که به گوشی من تماس گرفتی، من به خاطر شما رکورد رو استوب کردم و بهترین، یعنی من عباس قانه انقدر انرژی نمیذاش اینجوری گزارش کنه، یعنی جواد خیابانی اینجوری گزارش نمیکرد که من داشتم الان گزارش میکردم و رکورد و استوپش رو نزدم و الان من گل هم گل اول رو خوردم هم گل دوم رو زدم. الان گل دوم رو شما دارید میبینید، ندیدید متاسفانه. گل اولشون رو فابینیو زد. ببین انقدر من هرسی میشم آخه بابا، چرا وسط رکورد؟ همه داخل کامنت ها بنویسن امیر حسین توف توی پیشونیت، اینو لطفا بنویسید تا اتحاد ما رو ببینن. این امیر حسین رو
من واقعا باید این کامنت ها رو بهش نشون بدم. شرف ما رو برد، بهترین بازیه لیگ قهرمانان و سمسون انگار انگار ما داشتیم بازی میکردیم. این چی میگه این فیلم؟ اینا گایا و تئو هرناندز پیر سادیو مانه و صلاحو در آوردن بچه ها و تیم انگار داره با هم هماهنگ میشه. زلاتا نتونست، خیلی داره پرس میکنه لیورپول، اگر پیروز این پرس بشه بد خواهد شد. توپو میگیرن، میتونن ضد حمله بزنن، میتونن ضد حمله بزنن، میتونن ضد حمله بزنن. رافائلیا یه دونه توپ میره اونجا، برسه تموم تونالی، تونالی سخت بشه به این توپ برسه، انقدر که گشاد و توپل مپل یه ذره لاغر نمیکنه بتونه به بدوه بدبخت. مینامینو توی پایان بازی میخوره، میلان 2-1 شکست میده لیورپولو توی لیگ قهرمانان اروپا، 7 امتیاز از 3 بازی، خیلی خوب کارو در میاره میلان. ما الان آتلانتایی شکست خوردیم که صدر جدول بود، من اصلا چک نکرده بودم. میلان 7 جدوله و امیدوارم بتونه امروز بازیشو در مقابل روم ببره. چقدرم بازیو تو هم تو همه. آقا ببرید جون مادرتون، تو رو خدا مساوی ببرید. بنازم به این تاکتیک، بنازم به این فورمیشن. بابا قربونتون برم. میلان باید کم کم بیاد بالای جدول. از این تیم هم این تیم ضعیفیه. سی مچ بکنیم بعد روبروی کی باز. آقا اینو بزنی. تو رو خدا من اصلا به این فکر نکنم. بابا رناتو سانچز دبل. لیاو ببین، اصلا لیاو از وقتی اومده نوک حمله تیم از این رو به اون رو شده. اگر این بازی رو بریم یک ماه با این تاکتیک و فورمیشن همه رو بردیم. خیلی خوب بود، اصلا پشم ریزون خوب شد تیم. خب بچه بریم برای بازی با یوونتوس و همونطور که این تیم خسته است، یعنی اصلا نمیدونم نمیشه این بازی رو هم یه جوری چیز کرد که چیز بشه. من دوستم با لباس این دوممون تا الان بازی نکردم، اونا هم مشکی بپوشن که اوکی بشه و تئو هرناندز فیتنسش بالا ساج استامیناش ببخش، ولی دفاع وسطا استامینا ندارن. ژیرو و معانی قراره امروز بازی بکنن. بذار ببینم زلاتان رو نیمکتمون هست یا خیر، و از اون ور رافائل لیائو بیاد روی نیمکت. بریم واسه بازی. دوتا مهاجم نوکی داریم که ژیرو حداقل تو سیم مچ ها گل میزد، اما اینجا نمیدونم بتونه کاری بکنه. نه سرعت 40 داره، یعنی علنا مثل یه بچه میمونه که تازه راه افتاده. بریم برای بازی این ژیرو. ژیرو با شماره 9 که ناموسن شما سرعت های من تو گل خودمون ما سرعت انگا آروم بقیه بازی کناست مرتیک. تئو هرناندز، حالا شما تئو رو ببین با اون سرعت زیادی که داره میتونه هر دفاع چپی رو اذیت بکنه. حاجی این بسه هر کی که اسمشو ببری قفل بود، چه برسه براهیم. دلیخت میره اون بالا برای بن بونوچی، لوکاتلی، کیزا، مراتا. خیلی بازی سختی خواهد بود. میاد اونجا مراتا نتونست دریبل بزنه تونالیو و راحت تونالی حریفش شد. یه پاس خوب، چه حرکتی زد اونجا، پشمریزون بود اون حرکت. یه سانت، یه فرصت، اولیویه ژیرو. اولیویه ژیرو چه پاسی داد به بن ناصر. ژیرو خیلی خوب داره بازی میکنه، بعد زد ضربشو بن ناصر. پاسای ژیرو حداقل خوبه، امیدوار کننده است. کلو مانی، بابا چقدر این بشر فینیش نکنه. ژیرو فرصت و بالاخره بن ناصر با پاسی که اونجا به ژیرو داد. سنگان واقعا حس نمیشه، هر بازیکن یه طعم و بویی داره واسه میلان. زلاتانش باشه کارو در میاره، بعد کلومانی کارو در نمیاره، ژیرو باشه کارو در میاره، لیاو باشه کارو در میاره. جفتشون هم این بازی مهم استراحت داده. پائولو مالدینی، هر مربی این کارو نمیکنه به ستاره‌هاش استراحت بده، اونم تو بازی مهم، بازی سه امتیازشون از نون شب واجب‌تره. ژیرو خوب توموری داره اونجا جلو هم میره. کلومانی پاس خدایی اوکی رو داد به، یه پاس خیلی خوب برای براهیم دیاز. بابا بزن دیگه براهیم. قطعا کلومانی یه ذره دیگه تعویض خواهد شد، هیچ کاری برای میلان نکردیم پسر. دیبالا، امشب دیبالا و کیزا
اذیت کردن خط دفاع رو، اما خب به نتیجه ای واقعا هنوز نرسیدن. هی سلطان لفظی اسم، تو همون لحظه گفتی به نتیجه نرسن، گل مساوی رو زدن. ابراهیم رد میشد، دانیلو میرسه، دانیلو یه سام، زلاتان سایه زد، خیلی خوب اونجا گایا مدیریت کرد. سانچز فوق العاده بود توی سن ابراهیم دیاز، یه دونه تک پاس خوشگل بی نامانشون با این پاست. ماشالله آجی ماشالله. ابراهیم دیاز اگر امروز تو این بازی یکی دیگه جاش بود میتونم قول اینو بدم ما میبردیم. اشتباه هم کردم تعویزش نکردم، انقدر تایم بازی سری گذشت محو بازی بودم تعویزش نکردم. یک یک، مشکلی نداره بچه ما. این ماه یعنی این ماهی که بازی کردیم خیلی خوب جلو اومدیم، یعنی واقعا اولش بد بود در ادامه یک ماه پربرد رو داشتیم، یعنی ماهی نبود که همه رو، یعنی این بازی رو اگر واقعا یه ذره خوب تر بازی میکردیم بردمون حتمی بود، یعنی این قول رو میتونستم بهتون بدم. ببینید ما ششمیم الان، با صدر جدول 11 امتیاز فاصله داریم، اما توی لیگ قهرمانان اروپا هیچ باختی نداشتیم، واقعا هیچ باختی. ببین میتونم بگم الان تیم تو ساحل آرامشه، چون اینقدر برد به دست آورده. ماه سنگینی هم از جدی، دو تا بازی سنگین داریم پارت بعدی، و پارت بعدی برای این فصل میریم برای خرید 100%. ببین ابراهیم اول کار واقعا راضیم کرده بود، ابراهیم یه جوری میشه تعویضیمون دیگه. بچه دمتون گرم که این ویدیو رو دیدید، خیلی خیلی لذت بردم از این پارت و تیم داره جون میگیره. عشق منید، قربونتون برم، خدا نگهدار.